همین که پدر و مادر یه نمازی بخونن بچه نماز خون میشه، بچه نماز خون میشه. 4 تا کار خوب انجام بدن از هر نوع، همین کفایت میکنه که بچه ها شخصیت برجسته ای پیدا بکنن. شخصیت برجسته ای پیدا بکنن. چیکار باید بکنن پدر و مادر تا فرزندان خودشون رو خوب بار بیارن؟ در بین کارای خوب کدومش مهمتره؟ در بین کارای بد کدومش مهمتره؟ مثلا فرق ما با مهندس معمار چیه؟ ما اینجوری میگیم، ما میگیم خونه آهن میخواد، چوب میخواد، شیشه میخواد، سیم برق میخواد، موزاییک میخواد. ولی معمار میگه چی؟ میگه صبر کن من ترتیبش رو بهت بگم، اول این بعد این. اون معماره، اون این کار است. حالا ما میخوایم در جریان تربیت فرزند یکم این مهندسی کنیم، مفاهیم و اولویت رو تشخیص بدیم. هر کار خوبی اثر خوب رو بچه ها نداره، همونطور که هر کار بدی هم اثر نابود کننده رو بچه ها نداره. حالا کدوم کار خوبه، کدوم رفتار خوبه که باید اثر کافی رو بچه ها بگذاره؟ اثر کافی رو بچه ها بگذاره. اصلی ترین اولی چیه؟ دوست باشی با بچه؟ نه، اصلا این اصلی ترین کار خوبی که بچه رو خوب بار میاره نیست. بعضی ها چون بچه های مذهبی هستن و اینا میگن نماز. نه، اصلا اینجور نیست. نماز اولین کار خوبی که پدر و مادر انجام بدن بچه ها خوب بشن نیست. این همه من قبل نشون بدم پدر و مادر نماز خون، نماز اول وقت خون هم هستن، بچه زده بیرون. اولین و مهمترین ویژگی که بچه از پدر مادر ببینه آدم بار میاد. آدم، یه آدم، آدم یعنی آدم حسابی، آدم اصیل، آدم قوی. من اینجوری برداشت میکنم، یعنی این لهجه ترکی غلظت به معنا به نظرم میده. مهمترین رفتار پدر و مادر که اثر داره رو بچه ها چیه؟ صبر و تحمل سختی. حالا تحمل سختی هم معنای صبره. پدر مادری که نتونن تحمل سختی بکنن بچه‌هاشون رو خراب بار میارن. مادرای محترم هر وقت عصبانی شدن هر چی از دهنشون در اومد نگن. بچه میفهمه مامان غمگین شده، لبخند میزنه میگه نه عیبی نداره. بچه صبر مامانو که میبینه اصلا در جا 10 سال بزرگ میشه، از بچگی در میاد بیرون. مثلا یه پدر مادر مذهبی مذهبی مذهبی، بعد جلو بچهش عصبی میشه فوشو میکشه. آقا یه دقیقه صبر کن، دندونو جگر بزن، بچهت نابود میشه. حالا با یه دونه عیب ما نابود نمیشه، اتفاقا با همین یه دونه عیب نابود میشه، با بقیه خوبیات خوب نمیشه. من گفته باشم خدمت شما، هیچ عیبی مثل بی صبری نیست، هیچ خوبی هم مثل صبر نیست. اون چیزی که کلیدی ترین عامل برای تربیت فرزند زدن اون مهمترین عامل بی تربیتی انسانه، و اونم تحمل مشکلات. بارها خداوند متعال تو قرآن صبر رو قبل از نماز گفته، استعینوا بالصبر والصلاة. استعینوا بالصبر والصلاة.